تحمل 5 سال و 91 روز حبس، 5,700,000,000 تومان رد مال و جریمه نقدی و انفصال از خدمات دولتی. این حکمی بود که رسانه ها چند روز پیش در تیتر یکی اخبار خودشون از صدور اون برای محمد رضا رحیمی معاون اول دولت گذشته در دیوان عالی کشور خبر دادند و تا تونستن درباره اون مطلب رو تحلیل رفتند. خب هرچی بود، این محکومیت سنگین برای یکی از مسئولان تراز اول اجرایی کشور صادر شده بود و این مسئله کم اهمیتی نبود و میتونست نشون از عزم جدی نظام برای مبارزه با مفاسد اقتصادی باشه. اما خب تنها چیزی که در میون این همه خبر و تحلیل کمتر بهش پرداخته شد دقیقا همین موضوع بود و اکثر رسانه ها به اون به چشم سیاسی و حزبی نگاه کردند. رسانه های خارجی هم که طبق معمول آماده بودند تا از این آب گلالود ماهی خودشونو بگیرن، از حاشیه‌سازی برخی رسانه های داخلی استفاده کردن و این حکم قضایی رو ربط دادن به بازی های جناحی تا به نوعی کلن همچین موضوع مهمی بره تو حاشیه. اتفاقی که مطمئنن میتونه به روند مبارزه با فساد تو کشور آسیب بزنه. حالا امشب قصد داریم این موضوع رو تو متن برنامه متن حاشیه بررسی کنیم و ببینیم برای اینکه مبارزه با فساد از مسیر خودش منحرف نشه چه باید؟ مهمان عزیز داریم در بخش متن برنامه متن حاشیه، آقای دکتر محمد جواد حق‌شناس، فعال سیاسی اصلاح طلب، و آقای دکتر سید نظام موسوی، فعال سیاسی اصولگرا، که هر دو عزیز عرض سلام و شب بخیر. سلام و از آقای حق‌شناس شروع می‌کنم. آقای دکتر، حکم آقای رحیمی در هفته گذشته یکی از تقریبا مهمترین و پرسر و صدا ترین خبرهای هفته گذشته بود. به عنوان اولین سوال بفرمایید ارزیابی شما از این اقدام اخیر قوه قضاییه چی است؟ باید به نقطه برسیم که یکی از چهره‌های بسیار تاثیرگذار و به لحاظ ساختاری نفر دوم قوه مجریه که به هر حال 4 سال یکی از مهمترین پست‌های کشور رو در این جایگاه و قبل از اون پست‌هایی در همین حوزه در اختیار داشته، به نقطه‌ای برسه که به هر حال تبدیل بشه به یک محاکمه پر سر صدا، 5 سال پرونده به درازا بکشه و نهایتاً منجر بشه به در واقع صدور حکمی که در مرحله اول 15 سال زندان و بعد کاهش پیدا کنه به 5 سال و 90 روز و چنین جریمه سخت و رد مال. و این خیلی تأسف‌آور است. انتظار داریم که حتی یک کارگر ساده‌ای که در یک کارخانه دور افتاده در گرمای 50 درجه آبادان مثلا داره عرق می‌ریزه و زحمت می‌کشه، اون اقتصاد مقاومتی رو در واقع بفهمه و بهش توجه بکنه و صداش در نیاد و حتی 6 ماه حقوق هم نگیره، اما بزرگترین کرسی اجرایی کشور رو در اختیار یک عنصر فاسد قرار بده. چرا نباید به این مسئله توجه بشه؟ جناب موسوی میگن خب عادیه یک روال مثلا 5 ساله. من میخوام بگم که چرا عادی باید باشه؟ اعضای همون پرونده در همون سال 88 که وارد محاکمه میشن، 6 ماه بعد محکوم میشن و به زندان میفتن و ایشون چون این جایگاه رو داره و چون مورد حمایت قرار گرفته، در همون جایگاه هم خب میره بازجویی میشه. خیلی عجیبه. خب اون مقامی که بالا سر این آدم هست و داره میبینه، چطور چشمشو میبنده به این موضوع؟ موسوی، نظر شما چیه؟ با توجه که بعضی خیلی از رسانه ها میگفتن که میشد این رأی زودتر هم صادر بشه. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خب از یه طرف همونطوری که آقای دکتر حق‌شناس هم اشاره کردن، آدم نمیتونه اظهار تأسف بکنه از اینکه یک فردی که مسئولیت‌های مختلفی رو بر عهده داشته در کشور، نهایتاً یه همچین فرجامی رو پیدا کنه. مسئله آقای رحیمی هم همینطوره، یعنی چون به یه نوعی اون ماجرای پیوند بین قدرت و ثروته، همون نکته‌ای که مقام معظم رهبری بارها نسبت بهش هشدار دادن که باید مراقبت کرد که بین ثروت و قدرت پیوند برقرار نشه توی حوزه سیاسی. بخش میخوام بگم که تو فرمایشات جناب موسوی مقایسه میکنن بین مسئله در واقع شهردار وقت تهران و معاون اول رئیس جمهور. این دو شخص به هیچ وجه با هم قابل مقایسه نیستن، موضوعشون هم به هیچ وجه قابل مقایسه نیست. به هر حال اسمی برده میشه، انشاءالله شما فرصتی
به شهردار اون وقت بدید و که بیاد خودش به هر حال از موازش دفاع کنه. اما همین قوه قضاییه ما بعداً شاهد هستیم که شهردارانی که به هر حال چندین مدت در زندان بودن بعداً برای همشون تبرئه صادر کرد و در واقع اعلام کرد که اینها گناهی نداشتن. و کل ماجرا هم مثلا خلاصه شده بود این که چرا مثلا یک مجموعه مثلا از وسایل زمین بازی در منطقه فرزن 16 تهران به شهرداری مثلا گرگان هدیه شده یا مواردی از این دست. و اینکه جامعه هم تو اون سالها این برداشت داشت که برخوردی که داره صورت میگیره به هر حال آغشته به مسائل سیاسی شده. اما شما تو این جریان کاملا میبینید که هم در واقع فضای سیاسی در سیستم قضایی و هم فضای سیاسی در مجلس و هم فضای سیاسی در واقع مجموعه‌ای که در دولت بود یک دست بوده و این اتفاقات در واقع تنها به آقای رحیمی و در واقع معاون اول رئیس جمهور خلاصه نشده. ما همین فساد در تامین اجتماعی داریم میبینیم، همین فساد در دو بانک بزرگ، بانک ملی و بانک صادرات میبینیم. به هر حال تو همین دولت ما میبینیم که این در واقع اتفاقاتی که میفته، رؤسای این بانک ها به هر حال تو این ماجرا هستن، اما به هر حال با آقای نمیدونم اون متخلف برخورد میشه، اما دو نفر دیگه در دسترس نیستن یا زمینه خروجشون از کشور به گونه عجیب غریبی به هر حال میبینیم فراهم شده. ما چطور مثلا میبینیم که الان یک بخشدار وقتی میخواد منصوب بشه 6 ماه استعلامش طول میکشه، اما یک فرد با این حجم از فساد توی این جایگاه قرار میگیره؟ اینا برای سوالی است که باید بهش پاسخ داده. نظر شما چیه آقای موسوی در مورد صحبت های آقای دکتر اخشراف؟ ببینید من که موافقم، در واقع من جهت اطلاع بینندگان عزیز عرض بکنم، یکی از کسانی که شاید از جانب آقای رحیمی بارها مورد شکایت قرار گرفته و احضار شده به دادگاه خود بنده بودم و چندین مورد شکایت از ما داشتن به دلیل افشای همین تخلفات مالی و مسائل مالی. من نکتم دقیقا همینه آقای دکتر حق‌شناس، که ما زمانی که با مسئله فساد مواجه میشیم راه برخورد با اون جدا کردن مقوله فساد از مسائل باندی و جناحیه، منافع ملی رو در نظر گرفتن. خب دولت آقای احمدی نژاد بوده، قبلا اسمش با اسم اصولگرایی روی کار اومده، اما زمانی که احساس شد مسئله خدمت شما شد که فسادی وجود داشته باشه و وجود داره در درون همین دولت، ببینید کیا موضع گرفتن. ببین بحث سیاسی کردن نیست، من میخوام همون تأکید بر حرف شما داشته باشم. اولین مورد در حقیقت در زمانی که هنوز راجع به آقای رحیمی حکم دادگاهی صادر نشده، یعنی دادگاه نیومده حکمی رو صادر بکنه، فقط در مزان اتهام بوده ایشون. اولین بار بالاخره همین اسامی که من ذکر کردم و اسپردم، اولین بار آقای زاکانی اومد راجع به مدرک آقای رحیمی موضع گرفت و گفت اون مدرکی که وزیر کشور استیضاح شده جعلی داشته، این هم همون مدرک رو داره و باید به او برخورد صورت بگیره. بعد آقای نادران زمانی که ایشون به عنوان معاون اول مطرح شد اومدن و صراحتن موضع گرفتن. بعد مسئله خانه فاطمی که مبنای همین دادگاه و محاکمه شد توسط کیا صورت گرفت؟ توسط یه عده‌ای از بچه های انقلاب، بچه هایی که در حقیقت هیچ نگاه جنایی ندارن به مسئله. سال 89 آقای زاکانی، سال 87 این حرفی که عرض میکنم آقای زاکانی اون موقع عرض زده. ایشون تا بند... پایان 92 معاون اول بود یا نبود؟ عرض میکنم کی در برابر بحثم همینه. چه اتفاق افتاد؟ اتفاق افتاد، شروع شد پرونده. از چه سالی شروع شد؟ از سال 89، یعنی یک سال بعد از اینکه آقای رحیمی به عنوان معاون اول منصوب شد، جریان نیروهای انقلابی فارغ از مسائل جنایی و سیاسی موضع گرفتن، وسط اومدن، مسئله خانه فاطمی رو اولین بار، این فساد رو آقای نادران نماینده انقلابی مجلس مطرح کرد و رسانه‌های انقلابی هم وسط میدون اومدن. من عرض کردم
ما که اون موقع مدارک دست ما رسیده بود، بنده حداقل دو بار سه بار احضار شدم به دادگاه با شکایت آقای رحیمی. برادر عزیزم آقای مقدسی مدیر سابق خبرگزاری مهر حتی تا مرز بازداشت هم رفت با فشار آقای رحیمی، با شکایت آقای رحیمی. سایت فردا، سایت جهان، سایت های مختلف، اینا کسایی بودن که پرونده آقای رحیمی رو پیگیری میکردن. و من شوربختانه باید عرض بکنم که تو مقطع بسیاری از دوستانی که اکنون و در شرایط فعلی زبونشون باز شده و سعی میکنن این فساد رو به نیروهای انقلابی منتسب بکنن، اون موقع سکوت کرده بودن، حرف نمی زدن. شما یک نفر رو گیر بیارید، بنده عرض کردم با شکایت آقای رحیمی دو بار سه بار رفتم دادگاه، شکایتش در جریانه. عرضم اینه که مبارزه با فساد رو باید با این نگاه جلو بریم. ولو اینکه شما دولت آقای احمدی نژاد رو هم کلیتش رو قبول داشته باشی، اما باید با اون مبارزه، هر جا فساد دیدی، این یعنی اون اصولگرایی. اما راجع به مسئله آقای کرباسی، شما هنوز هم نمیخواید قبول کنید که دادگاه دستگاه قضایی کشور حکم داده و باید شما میگید اون موقع افکار عمومی احساسش میکنه همین سیاسی دادگاه شهرداران تمام تبرئه کرد. آقای کرباسی رو که تبرئه نکرد، آقای کرباسی محاکمه شد و به زندان محکوم شد و بعدا مورد با در واقع اون حکم عفو رهبری بیرون اومدن. خب چرا شما اینا رو یک سنگ میدونید؟ کرباسی و رحیمی فساده آقای حقشناس. فساد کرباسی چی بود؟ فساده بله. فسادش چی بود؟ محاکمه شد، پروندهش رفت دادگاه، آقای اژه‌ای محاکمه کردن، دادگاه علنی در منظر و مرعای عمومی و ایشون محکوم شد رفت زندان. ببین موقعی که بحث فساد پیش میاد، شما دیگه مثل اینه که مثلا بیایی بگی آقا این یک قرون دزدیده، اون ده قرون. کسی که در جایگاه مسئولیت رسمی قرار میگیره و در تراز اجرایی، این بالاخره فساده. من عرضم بیشتر ناظر به اینه که ما زمانی که مواجه شدیم با مقوله فساد، از هر جناح و هر گروهی که باشیم باید نسبت به اون حساسیت داشته باشیم. این یعنی حساسیت منافع ملی. معتقدن که وقتی که ماجرای فساد سیاسی میشه، گروه‌های سیاسی دست نمیزنن به پالایش درونی خودشون و یا حمایت میکنن و یا سکوت میکنن. الان جریان اصلاحات و جریان مطبوع حضرت عالی در این موضع چه رفتاری نشون میده؟ حالا من فکر کنم که بنده هم به هر حال نزدیک 4 سال مسئول یک رسانه بزرگ در این کشور بودم. فرق من با جناب موسوی اینه که ما 4 سال زودتر از ایشون فهمیدیم ماجرا رو و همون موقع این داد و بیدادها رو کردیم و همون موقع به دادگاه رفتیم. ایشون 4 بار به دادگاه رفت و من از سال 85 به خاطر طرح این مسائل در دادگاه بودم و تا امروز هم که ادامه داره پرونده من بسته نشده. در این که من تو دادگاه هم عرض کردم خدمت قاضی محترم که شما امروز دارید ما رو محاکمه میکنید به خاطر مطالبی که امروز تمام اصولگرها دارن فریاد میزنند، همون حرفای ما رو که 4 سال قبل ما زدیم. اون موقع ما متهم به بی‌بصیرتی میشیم در حالی که چشمان ما به شدت باز بود و داشتیم میدیدیم آنچه را که شما ندیدید. اصولگرایی موضعش نسبت به فساد از درون چیه؟ سکوت میکنه یا مقابله میکنه؟ من عرض بکنم که حالا نکته‌ای که آقای دکتر حقشناس گفتن، حالا من توی اون مقطع که شما گفتید مدیر خبرگزاری فارس نبودم، اما جهت اطلاع شما عرض بکنم که خبرگزاری فارس سال 86 به دستور آقای احمدی نژاد به دلیل همین مسائلی که شما میگید به مدت 3 روز توقیف شد. جای تأسف بود. بله توقیف شد. یعنی اینکه شما میفرمایید ما سکوت کردیم یا دیر گفتیم، شاید ما در مورد ما سکوت کردیم. نه عرض میکنم در مورد شما، خب بالاخره شما یه سری مسائل سیاسی ممکنه داشته باشید که ما راجع اگر شما از فسادی مقابله با فساد اقتصادی، چون بحث ما فساد اقتصادیه، واقعا جایی شما به دلیل فساد اقتصادی ورود پیدا کرده باشید و ما دفاع نکرده باشیم، من مطمئنن خودم رو نمیبخشم. من یه نکته هم عرض بکنم، بالاخره دولت آقای احمدی نژاد هم اینجوری نیست که ما همشو یه باره به فساد متهم بکنیم. آدم های خوب، آدم های
منصف، آدم های کاری، مخصوصا تو دولت نهم که شما میفرمایید. حالا ما راستش اون موقع ممکنه علم غیب نداشتیم، ما پیشگو نبودیم که پیشگویی کنیم که در آینده ای بعدها مثلا اتفاقاتی خواهد افتاد، اما این دولت بالاخره کارهای بسیار بزرگی رو انجام داد. من به ذهنم میرسه که بی انصافیه، کما اینکه دولت های قبل هم اینطوره بوده. ما نسبت به دولت های خاتمی بعضی از موارد رو ایراد داشتیم تو حوزه سیاست خارجی، تو حوزه فرهنگی، تو حوزه مسائل سیاسی، اما آدم های خیلی خوبی بودن که در همون مقطع تو حوزه اقتصادی کار میکردن. آیا ما اگر یه نفر تخلف کرد تو این دولت باید همه رو به یه چوب برونیم؟ آیا اگر قرار داده کرسنتی در واقع منعقد شد که به تعبیر خود آقای روحانی در نامه‌ای که اون موقع به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی نوشتن و خواستار جلوگیری از این بودن به دلیل فساد، آیا باید کل دولت آقای خاتمی رو ما زیر سوال ببریم؟ اگر آقای کرباسی عضو کابینه آقای هاشمی بود، یعنی به عنوان شهردار در کابینه شرکت می‌کرد، فاسد بود، بعد همه رو بگیم فاسد؟ نه، دولت آقای احمدی نژاد هم همینطوره. شهردار عضو کابینه نیست. نرفت، عضو کابینه بود زمان آقای احمدی. خودتون هم میدونید که نیست. عرض میکنم نیست، ولی شما اگه خاطرتون باشه تا زمانی که آقای احمدی نژاد شهردار شد، آقای کرباسی میرفت توی کابینه آقای هاشمی. عضو جزو عناصر تاثیرگذار بود. عرضم اینه که ما دولت رو هم کلیت دولت رو نباید بزنیم. بگیم کل دولت. بله آقای رحیمی، دیگران و ما به عنوان جریان اصولگرا، من جواب شما رو عرض بکنم. بله، عرض کردم سال 86 خبرگزاری فارس به دلیل همین مسائل انتقادها توقیف شد. اولین شکایتی که شاید پیگیری که شد راجع به مثلا مقوله آقای مشایی، خود بنده بارها به دادگاه ازاشتم سال 86. بسیاری از اصلا این پرونده آقای رحیمی، عرض کردم با پیگیری نمایندگان اصولگرا، یکیش همین آقای توکلی که شما میگید، با پیگیریشون با آقای نادران و آقای دکتر زاکانی این به جریان افتاد و این فساد. اما شما یک مورد بیارید، یک روزنامه اصلاح طلب یا خدمت شما عرض شود که یا یک سایتی که باش که مورد شکایت آقای رحیمی قرار گرفته باشه تو اون مقطع. نمیدونم، شاید به نظرم باید انصاف خرج بدیم، شاید آقای کواکبیان تو این مقوله موضع خوبی گرفت، ورود پیدا کرد، اما خیلی سکوت کردن. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه این رو من عرض کردم، اینجا عرض میکنم، آقای رحیمی توی معاونت توی وزارت ارشاد وقت یه فردی رو گذاشته بود که مسئول دفترش بود و اونجا به یک نوعی بعضی از روزنامه‌های مدعی اصلاح طلبی حق و سکوت میگرفتن آقای، که راجع به هر چیزی حرف بزنند جز راجع به آقای رحیمی. خیلی و خبرگزاری فارس و سایر رسانه به دلیل مقابله با آقای رحیمی و تر مباحث فسادیشون به دادگاه می رفتن و پای این هم ایستادند. آقای دکتر، در وقتی که من اینجا می خواهم بگم که بفرد. یارانه‌ای که ارشاد در دوران دولت آقای احمدی نژاد داده، در مورد بحث فساد صحبت کنیم. همون اتفاق فساد دیگه. خب الان دارم این سراغ بحث رسانه ها. نه بحث اشکال نداره، بذار من تعریف کنم. اتفاق در میاد چون موضوع برنامه درون بحث فساد که یارانه رو فردا خود فارس گزارش دریافت یارانه ها رو چاپ کنه. ان شاء الله سر یه فرصت آینده که هم بیشتر یارانه گرفته یا فردا روزنامه اعتماد، ان شاء الله سر یه فرصت آینده ده برابر اعتماد گرفته. خیلی ممنون. و خبرگزاری فارس و سایر رسانه به دلیل مقابله با آقای رحیمی و تر مباحث فساد ایشون به دادگاه میرفتن و پای این هم ایستادند. آقای دکتر، در وقتی که من اینجا میخوام بگم که یارانه‌ای که ارشاد در دوران دولت آقای احمدی نژاد داده، در مورد بحث فساد صحبت کنیم. همون اتفاق فساد دیگه. خب الان دارم این سراغ بحث رسانه ها. نه بحث اشکال نداره، بذار من تعریف کنم. اتفاق در میاد چون موضوع برنامه درون بحث فساد که یارانه رو فردا خود فارس گزارش دریافت یارانه ها رو چاپ کنه. ان شاء الله سر یه فرصت آینده که هم بیشتر یارانه گرفته یا فردا روزنامه اعتماد، ان شاء الله سر یه فرصت آینده ده برابر اعتماد گرفته. خب وقت مثلا متهم به چی؟ من از سال 90 اومدم خبرگزاری فارس، یک ریال یارانه داشتن. به نظر شما نحوه مبارزه با مفاسد آقازاده ها و افراد دارای پشتیبان با افراد عادی باید چطور باشه؟ باید با هم دیگه متفاوت باشه یا باید یه جور باشه؟ مقوله اشرافیگری ربط وسیقی داره با مسئله فساد.
یعنی شما موقعی که روح اشرافیگری در بخشی از مسئولین رواج پیدا میکنه و این رو به عنوان یک پوهن مثبت تلقی میکنن، به طور طبیعی اون شهوت و هوس در واقع دستیابی به منابع جدید ولو با فساد زیاد میشه. این پدیده‌ای که یعنی فرد احساس میکنه با رسوخ در درون سیستم و نفوذ در درون سیستم بتونه در واقع مواردی رو به دست بیاره، کسب نامشروع بکنه، مربوط به جدید هم همون موقع است. من حالا عرض کردم تو اون پرونده آقای کرباسی، چون این دیگه اطلاع عمومی پیدا کرده، این چیزی نیست من بخوام اتهامی وارد کنم که بعدیشون بیاد، این پرونده عمومی شد توی همون مقطعی که از نمونه‌هاش بود. بعدن از دل همین جریان اصولگرایی یک طیفی عرض کردم منافع ملی رو در نظر گرفتن و منافع جنایی رو، راجع به بحث دانشگاه آزاد و اتفاقاتی که در اون افتاد، خب ببینید بالاخره این هم باز از جنس پیوند قدرت و ثروت و یه عده‌ای، یعنی لزوماً ممکن در درون دولت نباشه، در جای دیگری که اونم در واقع امکان داره. ممنونم. و به ذهنم میرسه که اگه بیانات مقام معظم رهبری، حرفایی که زده شده، به اضافه قوانینی که وجود داره، به اضافه تعهد همه جریان‌های سیاسی و تبدیل این انگاره به یک باور و اجماع عمومی که با هر فردی که فاسد هست یا اقدام به فساد میکنه یا کار غیرقانونی میکنه باید برخورد صورت بگیره، به نظرم این میتونه کمک کنه به مقوله مقابله با فساد. آقای دکتر، سوال آخر و کلن یک دقیقه بیشتر فرصت نمیم، یک دقیقه شما، یک دقیقه هم سوال آقای دکتر موسوی که دیگه جمع‌بندی، ما کلن دو دقیقه بیشتر فرصت نداریم. الان با صدور حکمی برای آقای رحیمی اتفاق افتاد، خیلی از مردم دیگه منتظر جدی‌تر شدن روند مبارزه با فساد هستن. برای این موضوع چی کار باید کرد؟ فقط یک دقیقه. من برای تیترار میگم، نکنید قانون ما قطعا مشکل داریم. دیروز توی مجلس مصوب شد که آستان قدس و قرارگاه خاتم الانبیا مالیات بدن. این یعنی چی؟ یعنی اینها 35 سال مالیات ندادند. این گیرگیر ساختاریه و فساد کاملا تو این نوع روابطه که شکل میگیره. ما شاهدیم که به هر حال حوزه های نظامی توی مباحث اقتصادی هستند. ما باید قطعا همینطور که اشاره میکردن قدرت و ثروت باید بیاد سر جای خودش. ما داریم اسکله هایی که تحت نظارت دولت نیست، این اسکله ها در واقع باید تحت نظارت بره. توی این ماجرا ما در واقع مافیاهایی داریم، ساختارهایی داریم که دارن در واقع فساد رو به شکلی سیستماتیک تولید میکنن. اینها هم زور توی در واقع نهاد قانونگذاری دارن، هم توی دولت دارن، هم توی نهاد نظارتی دارن، هم توی بعدش دارن، قبلش دارن و رسانه. ما باید به سمتی بریم که همه با هم کمک کنیم که اگه مملکتمون رو دوست داریم، اگر خودمون رو دوست داریم، خیلی سپاسگزارم، بگذاریم از در واقع منافع شخصیمون به نفع منافع ملی. ان شاء الله. آقای دکتر، یک دقیقه هم صحبت شما رو بشنویم. بله، من عرضم اینه که بالاخره توجه به بیانات مقام معظم رهبری، من اشاره هم بکنم باز بالاخره توی حوزه رسانه هم نظارت لازمه، رسانه های مستقل البته، نه رسانه هایی که از اصول دفاع میکنن، وگرنه شما همون آقای شهرام جزایری که یکی از مفسدان مشهور بود، یکی از کارهایی که میکرد میرفت سراغ رسانه ها و به افراد صاحب نفوذ، اون چهره مشهوری که 300 میلیون تومان از شهرام جزایری گرفته بود، خب در مقام رئیس یک قوه بود، در مقام رئیس قوه بود، از شهرام جزایری هم پول گرفته بود، رسما اومد اعتراف کرد. خب این رو به نظر من اگر با این افراد برخورد بشه، برخورد قوی میشد و تحت شعاع مسائل سیاسی قرار نمی گرفت، این به تدریج میتونه بیاد جلوتر و به یه سمت و سوی بره که ما شاهد فسادهای بزرگ نباشیم. و الحمدلله با این حرکتی که قوه قضاییه داشته، به نظر من جای امیدواریه که بعد از این هم با آقازاده ها و افراد و مفسدین دیگه برخورد قاطع سوی. خیلی سپاسگزارم، متشکرم که امشب هم وقت گذاشتید. از هر دو بزرگوارم خیلی سپاسگزارم. از شما بینندگان عزیزم متشکرم و ممنونم. 100 میلیون کجا؟ 3000 میلیارد